سلام بچه ها، سوال اقتصادی هستم. آقا میخوام براتون داستان تعریف کنم، باورتون نمیشه. بابام از خواب بلند میشه، بابا من کلا یه چشمش از دست داده، یه چشم بیشتر نداره. بعد بوسه خواب میشه میگه چشمش هم نمیبینه. زنگ بعد پاشا خونه بوده میگه پاشو زنگ بزن بگی پاشا بلد نیست کسی رو بگیره. زنگ میزنه به فک فامیلمون تو تورنتو، تورنتو زنگ میزنه به خواهرم، خلاصه خواهرم میاد میبره دکتر بازی. بعد از دکتر بازی پریروز رفتن، اول دکتر متخصص دید، بعد جراح دید، تو چشش یه دونه یه لوله گذاشتن که بسته نشه آب توش رد شه. بعد این لوله تکون خورده اومده جلوی عدسیش، بعد دیگه نمیبینه. ببین چقدر ما کامپیوتریم دیگه، مثلا تلفن رو برمیدی انگشت جلوش نمیبینی، برمیدی تمام دنیا رو میبینه. همینه، حالا بریم دنبالش. سلام چطوری بابایی؟ الان چه شده یه خونه میبینه؟ جان الان چه شده یه خونه میبینه؟ امروز خیلی بد بود، امروز همه اصلا که برای شده دیدم تاره تاره. بعد یه مدت اینجا دولا شدم، سرم دولا کردم روشن شد. آقا دولا کنی میگه تکون میخوره یارو؟ آره ده تقیقه یه را بیه بار آجه پنج جگه سرم میداختم پایین بودانش نمی خود کار میکردم دوباره. که امروز؟ آره. چرا کار میکنی چیز دارن اینجوری؟ من نمیفهمم. داشتم بسرم جنگجوی منگه شما بسرم جنگجوی کنم. این روز که زنده گفتی چه شد اینجوری شده، من خیلی چیز شدم که چقدر دنیا راحت میتونه یه دو دقیقه عوض شه. نمیشه بله. و من چند روزی میخوام با تو یه ویدیو بگیرم، بعد هی قلندر به من میگه که بیا ویدیو تو با بابات بگیر. من هم میگم میگیرم حالا میگیرم، هی هر روزم عقب میفته. از اون جمعه بود که به زنگ زدم بابا دو هفته پیش، آره از اون موقع هی عقب داره میفته. الان چشم زدی الان تار شد. همین الان یو تار میشه. آه با تکون تاثیر داره. آره یو میفته پایین. چقدر ناراحت کننده و جالب و چشم باز کن برعکس اینکه چشم دسته شده. میگم چی میگم؟ و بسته شدن چشم تو چشم من باز شد. چرا باید رفتی؟ تو برو رواندگی چی کاده چشم هم نمیبینه؟ فوزولی ها گفت چند وقته وقت عمل میدن؟ آها گفتن که احتمالا پنجشنبه آینده برام وقت میذارن. بس تو یه هفته. آره یه هفته. خب برام توضیح بده اصلا اون صبح بلند شد شب خوب بودی ها؟ شب خوب بودم، ساعت 6 صبح بلند شدم رفتم دستشویی خوب بودم. 8 و ربع دیوتم بلندشم پاشا رو کم کم بیدارش کنم و آمادش کنم. بلند شدم چشم هیچ جا رو نمیبینه. یعنی چی؟ هی این بر اون هی مالون دمش فلان؟ نه همینجور دست گرفتم به دیوار رفتم تو دستشویی و آب گرم رو باز کردم و با آب گرم شستمش و نه هیچی نمیبینه. یعنی کاملا تکنیکی کور بودی اون روز؟ کور. گفتم خب زنی میزنم به صرف سوهل موبایل برشم میده مثلا موبایل هیچ سبیل سیاه چیزی نمیدم. پاشا رو صداش کردم تا پاشا چودم چودم بلنشو ببینیم مامی یا بابا رو بگیری. اون هم تلفن هم بر رفت هی رفت من نه نمیتونم پیدا کنم. با تلفن همه بلده با تلفن تو فقط نیست مال من خواهد ایرانیه. آها فارسی نمیشتی. گفت نمیدونم پیداش کنم. خب حالا همجوری یه شماره رو یکی از شماره رو همجوری روش دست بزن تا بالاخره یکی رو میگیره دیگه. دست زد بعد دیدم از اونی که میگه الو الو، اما من نمیتونم اون دکمه چیزو بزنم، دکمه اسپیکر رو عقب هم نرسی. خیلی خب گوشی رو بگیرم دم گوشم خور شده بودم هی دنبال نمیگردم. بالاخره اینقدر اینجوری که هم تا خودی رو خورد روش شانس رو بعد نکردی. آره شد یه توجه. بعد یه دیدم سامانه. حالا سامانم صبح سر تو بانکه و اصلا جواب تلفن نمیده. گفتم آره تو شد معمولا صبح جواب نمیده. گفتم شما هستید این موقع روز حتما یک کاری دارید. جواب دادم گفتم که آره تو قرار همینطور داستان اینجوری شده برای من پاشا تو رو گرفت. من گفتم شما رو بگیرید زد و خلاص تو اومد. گفت چیکار کنم؟ گفتم زنگ بزنم به صرف یا سوهیل. خوب کسی رو گرفته یعنی آره. جوابم داده خوب بوده. آره زنگ زدم صدف و صدف برای فاصله
تیم تو زنگ زده بود. آره. بعدش هم زنگ می‌زنم به مارستان و خلاصه اونا میگن بعدش بیارش. زنگ زدی به مارستان گفتم بیا. اصلا خیلی جالب. آره. زنگ زدم. نه وقتی امرجنسی میشه خیلی قوی کار میکنه. آره به ماشین گفتم مجانی. آره تو ایران پول بدی هم اینجوری به سرویس میدن؟ آره. پول بدم یه خورده بعد ناز بکشی دیگه. نه باید بیایی به قدر تو وقتی میفتی مطبا این منشی ها آدم رو میکشن. منشی فکر کنم اون دکتره. منشی فکر میکنم اون دکتره. فکر کنم اون دکتره انقدر برای مردم جس میگیره ادا میاد باشید حالا بشینید حالا بشینید حالا رو حتی نشده حالا به تو میگم حالا فیلون فلان از یه حرفا. یه دفعه مادر بزرگی که چیز آرش قزوینی دیگه رفته البته دکتر مطبی دکتری نرسه همین کارو باش کرده این چیز یارو ماشه همین کارو باش کرده تو خوبه خوبه هست اون دستش خوده تو بازش آمیدی اون دستش خوده بابا میدونی من بچه بودم با ساما دودول بازی میکردم بچه بودم میدونستی اینو چی بازی کردی؟ دودول بازی نه نمیدونستی؟ میگفتیم زیر میز دورش بارش میذاشتیم بعد همین میاد بهم گفتیم بیایم بیرون بیایم فکر کنم چون فکر کنم دودول بازی میکنیم میدونیم بهم میگیم بیایم بیرون خلاصه بعد آره دیگه مغزت منفجر شد اینه گفتی که چیزه بعد رفتیم دوباره از بیمارتان زنگ زدن مثلا که بچه رو نیمدی نه بابا فالو آف هم کردن که این جدیه چون آره گفتش که تا 10 دقیقه دیگه ما میرسیم دمشون یا گفت اوکی دیگه رفتیم ما طرفتیم منشی گفتیم فلانی ما رو بردن تو اتاق اصلا وایس رو اینا نداشت آره بردن تو اتاق بلا فاصله دیگه شروع کردن یه نفر اول میاد آره تستا رو میکنه اندازه گیری افراد بود دیگه اندازه گیری میکنه بعد عکس میرن متعاق این دفعه عکس با شاید 5 تا 6 تا دستگاه مختلف عکس گرفت همه این دستگاه قبلا استفاده کرده بودی یا دستگاه جدید هم اومد؟ نه حدقی یک ویدیو نشد 5-6 دارم عکس گرفتن و رفتیم تو بعد یه دکتر دیگه اومد اولش بدونیم انترنا میاد اومد و بعد شعار این آبستی ها معمولا یعنی گلوکومی معمولا مایچه های چشم رو ضعیف میکنه برای مایچه های چشم رو افتاده پایین حالا یه سوال این اتفاق داره میفته تو میبینی یا نه تو فقط میشنوی؟ و یعنی تو فکر میکنی کور شدی؟ آره اصلا خود چجوری نه خون سردی؟ باشکا کنم بزنم سر خودم بعد از تورا که با الان میرفتی مثلا الان باز یه شنبه از درخت ها میبینم هیچ چی نمیدیدم مثل این سیاه اصلا خلاصه گفت افتاده و لنزم خواست شوشیده پایی حالا باش داره دکتر بیاد چی میگه دکتر آمد و همون دکتر خودم فقط بود یه نگاه کردی فقط کامپیوتر خوند که یه نگاه که قبل این کار کرد چیا نوشتن و فقط چشمانی یه نگاه کرد مثلا 30 ثانیه گفت بله این مایچت افتاده پایین و باید عمل بشه که البته این تر تخصص من نیست خونتون کجاست گفت خب یه دونه تو یه سوری هست یه دونه تو ریو بست هست کدومشون میخواید صرف عقل کرد گفت هیچ کدوم همینجا میخواد بیاد. گفت اینجا دور نیست براتون گفت نه. گفت بس اگه اینجا میخواد بیاد بس بعد برم دکتر. نیوز که بهتر بیمارستانش. آه؟ نیوز که بهتر بیمارستانش. قوی تر بیمارستان ما نیوز ده. خب نه. قوی ترش اینکه حالا ما باید بیامدیم. بعد دوباره یه روزی میرفتیم اونجا. اونجا وقت میگرفتیم. و برای حالا دو روز دیگه بیا. ولی اونجا خود یارو بلافاصله سر سرکو. خب اخو اگه اینجا هست بس برم میرم دکترش هست یا نه. آها. رفت و بعد 5 دقیقه بعد دوباره دکترش هست و دیگه ساعت 12 شده بود برای یک بهتون وقت داده یا باید نهار بزنه بیا داره منصبی تا یک حالا تو با این منشیه خود با اون زبان خوش که با اینا داری لاس بزنه که حتی پنجشنبه برمون وقت بزنه چون دست اون منشیه هست اوکی. اگه یه زیاد خوش شما گفت مثلا شب بریم با هم شام بیرون چی بگم؟ بگم بیا داده بابا من اینو میتونم به تو انویز بگم اتفاق افتاد خب تو که انچشت نمیبینه من حلکی بهت میگم یارو گفته آره برو تو برو خود میشه تنهایی بیرون غذا بخواه فکر میکنیم اونم اومده خوششم باز میشه
بابا دلش شیرجون تنگ شده؟ آره دیگه آدم عادت به اونس میگیره. چقدر طول داره اون سب بین بره؟ مثلا شیرجون دیگه یک سال ایران باشه فهم کنید اب بین بره چیزه؟ نه شدیدتر میشه. شدیدتر میشه؟ خصوص که من خواستم زندگیم واسه به شیرینه دیگه سن خودم میدونی شیر همه کارا رو شیرین میکنه برداره بیاره بخره بذاره درست کنه خیلی شیرین جز قوی کار میکنه اصلا خود سویه شاد میشه خونش تمیزه مرتبه به نظر من احمقانه است چرا این موضوع آدم خوشحال میکنه به جهنم مثلا این خاک تو زمین خودت باشه خونه و جنگل فرقش چیه وقتی تو جنگل زندگی میکردیم مثلا چه میدونم 100,000 سال پیش چرا تمیز خوبه؟ گفتم که برای که انسان اصولا زیبا پرسته انسان و هر چیز زیبایی رو دوست داره تمیز بودن خودش نوع زیباییه وقتی که خونه کثیفه برای همین میگم دیگه میگم چیز حیوانیه علکیه گفتی النا اسمتو میشنوه چیزی میشه ما اسمتو رو که میشنوه مثلا یه خود احساس کنه از تو انتقاد میشه اوراق میشه اوراق اوراق یعنی چی یعنی میشه شیر یا اون ماشین تصاحب میشه میگن اوراق شد ماشین اوراق نه اوراق اوراق مثلا شیر یا وقت جو تصمیم به حمله بگیری یا قیافه بخواد بیان اونو میگن اوراق اوراق یعنی حمله شیر یعنی حمله حیوان حمله حیوان نه حیوان حمله هر حیوان اوراق شدن آها البته از شیر گیری پاچه گیری اوراق میشی بعد پاچه گیر میشی ها پاچه گیری که معنیش بده اوراق شدن معنیش پاچه گیری چرا میگی سگ نیست که پاچه رو گرفته میگه نه خب یه اسرائیل میگه یارو پاچه خانه میکنه اون و خب پاچه خالی یعنی چی؟ پاچه خالی یعنی آدم هایی که میرن علکی بجی از یه تعریف میکنن تعریف میکنن که بسن نه چرا میگم پاچه خالی یعنی خاری یعنی چی؟ خاری یعنی خوردن؟ خوردن خب یعنی رفتی گوشه شبوش رو میخوری؟ یعنی پاچه رو خب پاچه گوسفند رو میخورن دیگه آره یعنی بهش یه یارو مثلا پاچه خاری میکنه میره ببینه حتی حاضره استخونش هم آشخاره گوشتاش هم بخوره که مثلا اون یارو خوشش میاد آها دعیوس یعنی چی؟ من این لغت دعیوس نمیفهمم خیلی خوش خوشگلیه دعیوس به آدم هایی میگفتن که مثلا خانم میاوردن هم میبردن به نمتن دعیوس مگه اون پرتقال کش نیست؟ اونم میگن جاکش هم میگن او پس جاکش دعیوس و پرتقال کش یه چیز هم؟ بله بله چه با؟ زمانی تو ایران سال 1320 یه نفر تعریف میکرد تعریف میکرد من رفته بودم تبریز بعد تو شهر تبریز اون زمان که حالا تو احترام حالا بس یه رودخونه رد میشه از وسطش بعد روش یه پل زده بودن یه پل اقام بود که رو رودخونه رد میشد یه روز من رفتم اونجا سم از روی پل رد میشدم یه خودم از روی بروی من یه دسته از این رو دارن میان رو هی دارن شعار میدن منطقه این دسته ها مثلا یه روز یه عده علیه دولت شعار میدادن یه روز یه عده به نفع دولت شعار میدادن و بعد دمیده دارن میان من خب هم تو گوش میکردم اینم دارن ترکی میدن و یکیش آمد جلو به ترکی چیزی گفت گفت من ترکی بلد نیستم گفت تو طرفدار کی هستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم من چی میگم من الان نمیدونم اینا طرفدار کی هست اگر طرفدار پیشبری باشن بگم طرفدار به دولت خب میزن سرم اگر طرفدار دولت باشن بگم پیشبری میزن سرم من الان چیکار کنم گفتم چی آقا چی گفتی گفت میگم که شما طرفدار کی هستی قربان من اصلا دعیوسم طرفدار کی کی این کار کرده یه دوستی ما داشتیم آدم بامزه تو این گروه بودش تو همین گروه ترکا بودین دوسته؟ بابا این از تهران رفته تو اونجا برای مثلا تبریز برای گردش بعد تو خیابون میرفته یا به اینا تو اون پل به اینا برخورد میکنه بعد اینا بهش میایی که حالا برای چی میرونی تو رفتار کی هستی؟ اینا من چی بودم چی بگم؟ والا خورا من اصلا دلیوسم
خیلی خوب. چه حالی میده این زورگی های این لبیل؟ من قدم خود کشور داشتم. آره الان تو دنیا فقط قدرته که داره حرف میزنه. چقدر نزدیک بود نخست وزیرشی؟ بوش رو اسم میکردی؟ البته قطعی که نبود ولی نزدیک شده بودیم دیگه، خیلی نزدیک شده بودیم، مراحل رفته بودیم، پله پله رفته بودیم بالا دیگه. یه دفعه گفتی گفتیم مثلا 60 تا رأی میخواست، میدونستی 80 نفر گفتن به تو رأی میدن، یه همچین عددی گفتی. بله وای فکر کن مثلا من میشدم پسر تو با همین شخصیت گفتن پسر نخست وزیر میشه میشه برای تعریف کنه که آره بابا اینطوری بود و اینطوری بود و اگر انقلاب نمیشد فلان شد اینا. یو خیلی آدم بچه بامزه دیدیش یا نهیدیش؟ آره بابا یعنی چی؟ آره بعد بعد میاد بیم واا چه خوب شد انقلاب شد، آیدن چه کسایی میخواستم سیمار بیشن. البته با شوخی ها میدونم. آره بعد خیلی بامزه است. شوهرش یه خونه خریده بودن. شوهرش رو دیدی؟ نه. آدم خیلی مظلوم ساکت خجالتی از اینا. بعد خونه جدید خریده بودن و منو دعوت کردن که منم خونه شو اونجا بود دیگه. من چی بودم اونجا یه جب دعوت هم که من تعارف هم ندارم باشون، بیا با هم بریم. باش میام. زمستون هم بود بسیاره، یه پارت و پوستنش بود. من هم یه گل خریدم براشون، گل سوادی، گل بزرگ. با ایرنا رفتیم نزدیک های خونه که رسیدیم یه حد من کشو شیطر مثل هم زدم چیه من وقتی میریم اونجا من تو رو معرفی کنم یه دوست دخترم اون بخواهم شیرین خاندا شیرین خاندا بود من تنها بودم میگم دوست دخترم میخواهم خود به سب سر اینا بذارم گفت باش اونم که پتی آماده. آره رسیدیم دم در و دست انداخت دست منو زنگ زدیم و اینا شوارشان در رو باز کردن و گفتم سلام سلام سلام. گفتم که ایشون مثلا گفتم شهید، گفتم شهید دوست دختر منه. من دوشب بهش گفتم که بیا بریم اونجا، من بود باشه میام آمد. تا اینو گفتم و حالا ما تو راه رو دوست شدیم اینا هم در رو باز کردن، ما هر روز نرفتیم تو. سارا گفت بله 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 و رفت تو خونه، رفت تو خونه از در که میرفت تو دست شب آشپزخونه، رفت تو آشپزخونه. این پسرمون حالا این وایساده به ما نگاه میکنه، منم وایساده هم سعادی کنم دست باز نمیگه بفرمایید که تو از یه حرفایی ها چی شد بلاخره گفتم که تو همه جور نمیخوایی گلو بگیری؟ آخه بله 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 ببخشید بده منی گرفت و رفت تو اون دنبالش آمدیم. حالا ارنا زمانه خودشون نقص بکنه بود با هم میچسبونه و رفته روبام نشستیم و خودش یه میچسبون دوباره سرش میبالید دوباره در ما. حالا یه رو 20 دقیقه شاید نیم ساعت تمام از آشپزخونه میاد بیرون، یه سری میزد یه دو اینجا دو میچخید و دوباره میبره به آشپزخونه. جوره بارو جوره بارو من میشسته یه خورده و نگاه میکرد پاپس تلویزیون رو میرفت تو اتاق، میرفت تو اتاق بعضی ده دقیقه میاد باز باد دوباره شروع کرد این تلویزیون کانالش عوض میکرد دوباره میرفت تو اتاق. نه اون میاد بیرون نه این. چقدر کل کشید این دستا؟ شاید سروم. آقا بعد سروم دیگه گفتم نمیخوای به ما یه چای بدی؟ بله بله اما الان دارم میریزم میارم. چای ریخت و آورد و خب بیاد بشینید. چرا نمیاد بشینید؟ بله بله آمدن نشستن و حالا هر دو نشستن ولی هیچ حرف نمیزن. هر دوشون سرخ و سفید میشن و هی به هم نگاه میکنن کارای میبینن که خودش میباره به من از جرفا عصبانی از این. خب من شیرین رو دوست دارن بعد گفتش که رسید زمنان برخباد یه حرفی میده من رسید امو امشب بابا مامان که فهمیدن شما میاد اونا اون طب ما میاد دم راست میگه گفت بله تو وای وای خیلی بد شد بله از اونا رو درواسی دارم از شما رو درواسی نداشتم جوان بودید میفهمید من دوست دختر داشت بودم امی نداره بله اونا خلاص بعد میگه گفت من فکرم که حالا این بقرشه این نمورده
یاد بگیره میگه این باید سن و سالش دوست دختر داره من چرا باید دوست باشم. پس اینجوری دوست دختر من هم مالون دیگه. آره میخواستم دو سه بار بشین اینجور زنگ بزنم بگم شما چون این راشته این دوست دختر رو آورده اینجا و سرما ولی دیدم صدا هم بیاد شما میشنوید نگودم ولی بعدن سر بیدارم خلاصه دو هم میخواست بده سریع. آره میتونم خیلی بچه ها خیلی بچه ها رو با اینو میام پس من یک آدی رو برم بلا بلا بشه میبرم زراب خونش رو میام گفت بله اشتر گفت نخیر خواهش بگم بعد گفتم که ولی نه حالا ایم نداره دیگه خب میان طالب بره مهم نیست بره بشه خلاصه دیگه اینجا دیدم اصلا نمیشه اینا نه پذیرایی میکنن نه خانه میکنن من زدم زیر خنده گفتم که یادت هست یه بار به صدف گفته بودی ببین چه کس های بازه تو خسبت بشن ای عمو گفتم ها این تلافی بود ای عمو تو بابا رو کشتید امین نفسی کشید و خواهده خیلی داستان جالب بود خیلی جالب بود خوب که خیلی باحال بوده همه اونجا خوشی رو میشتاختن دیگه میدون محسنی همه مغازه دارا تلافی بود نمیدونم خوشحال باشم این ناراحت مامانم معروف بوده معروف بایی که خب اونجا میرفت به همین ها از این ها خرید میکرد و میامد اینا و بعدم وقتی میرفت میگو مثلا آراشگاه هم اونجا همون جز و همسایه هستیم از این حرفا اینطوری خب میشتم مردم میرن آراشگاه آره بهش بودن خانم اقتصادی از یه روز همه پرید آمدود اونجا میخواست ساعت بخره بردم شو ساعت فروشی و ساعت فروشی خود ایرم ساعت رو ببخشید آقا شما شوهر خانم اقتصادی هستید گفتم نه خیلی من خود اقتصادی هستم شوهر من اقتصادی یعنی چی؟ گفت ببخشید ببخشید چون ما هی بهشون میگیم خانم اقتصادی گفتم شما شوهرشید پدر پسرش اینجا بود کارتم بود گفتم نه خیلی آقا من خود آقا اقتصادی هستم بوب بوب باید بچه بودم بهت گفتم اگه یه روزی بزرگشم من تو تلویزیون ببینی چیکار میکنی؟ گفتی پراکور کم میریزه گفتم فکر میکنی بتونم گفتی بعید میدونم چون خیلی کار سختیه خب حالا این اتفاق افتاده نظر چی الان؟ نمیگم بعیده من چون عادت نداشتم که اگه توی کار نه خیلی همیشه راست رو میگفتی نمیگفتی آور حتما میتونی یا چی گفتی خیلی سخته خب. فقط مثلا فوق آدم کمی میان توی دوستان تلویزیون اینا مردم حاضر تحملشون کنن پرتغال بوس و بادمجون بوس همه طرفدارا من خدایی خب آقا رسیدیم پارک کردیم بابا داره پیاده میشه چیزی که اینجا خیلی جالبه چیزای معلول هستش همه دنیا ببینیم چه ریختیه اینو یه رو ورزشگاه داره تون میره که از شبیه معلولیت درش بیارن چیزای کاناداست که من خیلی حال میکنم بمیم هستان کابش من نمیخوام مرسی نه ممنونم به منم داری کمک میکنی توی سر بهترین بابای دنیا کیه؟ تو نه بابا قابل مقایسه نیستم من با تو یه بار تا سر من داد نزدی یه بار تا حالا منو دعوا نکردی نه داد زدی سرم ولی تا حالا کتک من نزدی یه بار تا دست من نزدی بله تو قبول بعد چند بودم یه بار رو دستم نزدی چاله یکی از دوستان بود میگو اگه تو بابات کتک زده بودی میخنی نمیشدی کامنت بدین خوب شد زد یا نزد یعنی خوب شد نزد کاش میزد لاف این هم بیمارستان این ساختمونه بریم توش ببینیم دونه نستی که فعلا تموم شد بابا تموم شد
آقا خلاصه اینم چشه بابای ما که بوبا شد. بابا بگو دور میخوری یا پلو برای دوستان؟ تو رو نه نه بگو سوال بپرس. دور میخوری یا پلو؟ Good.